از نظر علمی روغن زیتون یکی از بهترین روغن ها برای سرخ کردن محسوب میشه چرا که هم نقطه دود خوبی داره و هم از اون طرف پایداری اکسیداتیو خوبی داره ولی از نظر سلامتی پیشنهاد میشه که از روغن زیتون برای سرخ کردن استفاده نکنید که علتش رو تو این ویدیو با هم بررسی میکنیم همونجور که میدونی روغن زیتون انواع مختلفی داره از انواع فرابک رو بکش بگیرید تا انواع مثل معمولی و ساده و انواع مثل پومیس و لامپانت که اصلا توی ویدیو جداگونه انواعش رو و نحوه کاربری هر کدوم رو توضیح دادیم که لینکش رو توی دیسکریپشن قرار میدیم ولی در رابطه با روغن زیتون فرابک قطعا میدونید که یک روغن با ارزش غذایی بسیار بالا هست که ویژگی های خیلی منحصر به هم داره ولی قبل از اینکه در رابطه با سرخ کردن با روغن زیتون صحبت کنیم لازمه که شما یکی دو تا اصل رو در رابطه با خود سرخ کردن بدونیم میگه سرخ کردن به طور کلی به دو تا عامل وابسته است یکی نقطه دود یکی پایداری حرارتی در رابطه با نقطه دود هرچی نقطه دود یک روغن بالاتر باشه برای ما بهتره چرا که روغن دیرتر لیز میشه یا از دست میره و به ترکیبات بد تولید میشه خب برای روغن زیتون این چیزی هولوش 190 تا 200 هست که برای ما خوبه از طرفی پایداری اکسیداتیو روغن هم به دو تا عامل بستگی داره یکی ماهیت اسیدهای چرب اون روغن که هرچی اسید چربمون اشباع تر باشه یعنی پیوندهای دوگانه کمتری داشته باشه برای ما بهتره و یکم بحث آنتی اکسیدان ها در رابطه با اسیدهای چرب غیر اشباع روغن زیتون اغلبش خب اسیدهای اولیک اسید هستن یعنی یک پیوند دوگانه بیشتر ندارن که از نظر پایداری اکسیداتیو برای ما خیلی خوبن نسبت به اسیدهای چرب امگا 6 که ما معمولا در روغن ذرت و آفتابگرون و کانولا و اینها ممکنه داشته باشه پس از این نظر برای ما یک روغن خوب محسوب میشن از اون طرف گفتیم به میزان آنتی اکسیدان ها برمیگرده که روغن زیتون سرشار از آنتی اکسیدان هایی مثل خب حالا ها و فلابنویت ها هست که همه این ها کمک میکنه هنگام حرارت دادن روغن اگر فرایند بدی هم داره اتفاق میفته اینها کمک کنن و میزانش رو کم کنن و اون پایداری اکسیداتیو روغن رو افزایش بدن خب با توجه به چیزایی که گفتیم از نظر علمی به نظر میاد که روغن زیتون یکی از بهترین روغن ها برای سرخ کردن چون هم نقطه دود خوبی داره هم از اون طرف پایداری اکسیداتیوش خوبه چرا پس ما میگیم از روغن زیتون برای سرخ کردن استفاده نکنید شاید مهمترین دلیلش به اینکه اون ترکیبات خیلی خوبی که در روغن زیتون هست مثل پلیفنول ها و فلاوانیت ها هنگام حرارت دادن از بین میرن یعنی ما اگه میگیم روغن زیتون خواص داره خاصیت های خیلی زیاد داره قاعدتا به خاطر اینها هست و به شما توصیه میکنیم به این روغن زیتون بخرید وقتی شما دارین روغن زیتون رو شروع میکنیم به حرارت دادن همون واکنش هایی بود که گفتیم تو پایداری اکسیداتیو اتفاق میفته تا روغن حفظ بشه خب همین ترکیبات خوب هستن که دارن دخیل میشن و شما باعث میشین دستی دستی این ترکیب خوب رو از بین ببرید خب دیگه چه ارزش غذایی از دوم روغن زیتون دنبالش هستید که داریم باهاش سرخ میکنید پس خیلی خیلی از ترکیبات خوبی که شاید نیاز باشه شما برید تو مکمل ها دنبالش بگردین و ما دستی دستی داریم با حرارت از بین میبریم دومین عاملی که معمولا تاثیرگذار است بحث سرخ کردن صحیح است ما اگه بخوایم صحیح سرخ کنیم و با اصول صحیح سرخ کنیم نیاز هست که روغنمون رو خیلی سریع عوض کنیم و مجددا روغن زیادی اضافه کنیم که اصلا در خصوص نحوه صحیح سرخ کردن ما ویدیو داریم لینکش رو توی دیسکریپشن و توضیحات قرار میدیم دوست داشتین اون ویدیو رو ببینید ولی این تعویض روغن به موقع و اضافه کردن روغن به موقع باعث میشه که روغن زیتون اصلا زیاد روغن مقرون به صرفه ای سرخ کردن نباشه یعنی ارزش اقتصادی نداشته باشه و دلیل آخر که معمولا با توصی نمیشه روغن زیتون فرابک روغنی هست که حاوی بو و عطر گسمانندی هست یعنی طعم گسمانند ممکنه توی غذا ایجاد کنه و مورد پسند خیلی ها نباشه هرچند که سلیقه ای هست ولی خب طعمی که ایجاد میکنه شاید مورد پسند نباشه و میشه غذاتون طعم و مزه خاصی بگیره حالا خاص زیتون رو بگیره که باعث میشه زیاد مورد پسند نباشه ولی مهمترین دلیل همون دلیل اول بود یعنی ما خیلی خیلی از ترکیبات خوبی که در روغن زیتون داریم و اصلا به خاطر اون داریم پیشنهاد میکنیم روغن زیتون رو ما داریم از بین میبریم